وزیر کشور تاجیکستان گفت که دوازده حمله تروریستی سونه های روی داعش در تاجیکستان خونسا شده است. آرمزان رحیمزاده وزیر کشور تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه پایتخت این کشور اعلام کرد که تنها در شش ماه اول سال جاری با همت مقامات زیربط تاجیک از دوازده اقدام تروریستی در قلمروی این کشور جلوگیری شده و مقداری زیاد مواد منفجره موبایل و سلاح در این رابطه کشف و ضبط شده است وی گفت در این مدت 228 سنیه تندروی تاجی که به اتهام عضویت در سازمان های تروریستی بازداشت شده اند که اتهام پیوستن 104 نفر از این افراد به داعش 80 نفر به گروه های سلفی هفده نفر به جمعیت انصار الله، 16 نفر به حرکت اسلامی ازبکستان، 6 نفر به گروه منفی 24 و سه تن دیگر به گروه های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است. رحیمزاده ادامه داد، در نیمه اول سال جاری 13 شهروند تاجیکستان با درخواست خود از صفوف عناصر داعش خارج شده و به کشور برگشتند و مطابق با قوانین کشور مجازات آنها تقلیل خواهد یافت. به گفته ویت این مدت به فعالیت 17 گروه جنایی نیز خاتمه داده شده و بیش از 890 تن که در جستجوی جذب افراد در گروه های افراتی بوده بودند بازداشت شدند. وزیر کشور تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استفاده از اینترنت برای جلب جوانان به صفوف گروه های گفت نهادهای ویژه برای مقابل با چنین اقداماتی تشکیل شدند که تنها در سال جاری 137 نفر به اتهام جلب جوانان به گروه های شناسایی و بازداشت شدند. رحیمزاده با بیان اینکه مسئله جلب جوانان به گروه های افراتی یکی از مسائل مهم همکاری های دوشنبه و مسکو می باشد خاطر نشان کرد گرایش جوانان به گروه های تروریستی سال به سال رو کاهش است به گفته وی طی نیمه اول سال جاری 13 نفر و سال گذشته میلادی 70 نفر با درخواست خود از صفوف گروه های مختلف افراطی و تروریستی خارج شده و به تاجیکستان برگشتند.